مخاطبان عزیز سلام و درود بر شما. هشدار مشترک ایران و حزب الله به امریکا مشیر است که اگر امروز اسرائیل آتش بس نکند اعلام جنگ میکنیم. تا ساعتی که برنامه نشر میشه ممکن است نشر شده باشه، بعدا سید حسن نصرالله یک بیانیه تاریخی را ایراد میکنه در لبنان. گزارش هایی است که نتانیاهو با دل ناخواسته به یک آتش بس تلخ اما قسمت مشروط واداشته شده یا میشه و جوخی القسام اعلام کرد که زنجیره از تانک های اسرائیل در اطراف غزه شمالی تخریب و منهدم شده است. یک وضعیت عجیب است که جنگ یک ارتش بزرگ با آخرین نوع تکنولوژی که پل هوایی است یک رنگ به طرفش بام و باروت میارن در برابر یک ارتش 40,000 نفری متشکل از یتیمان. جالب است. خب ظرف کمتر از یک ماه علاوه به او اسرائیل به تصمیم خودش آلی یک ارتش دست کم 100,000 نفری دیگه از یتیما را در علیه خود شکل داده. 10,000 نفری که کشته شده اونا بازمانده ها به مرور زمان تبدیل به حماس میشن. این دی شک ندارید. وال استریت جورنال اطلاع داد که ایالات متحده اطلاعاتی را در اختیار داره که نشان میده روسیه در حال بررسی اصلا ارسال سامانه دفاعی پانسیر SA-22 که واگنر استفاده میکرد به حزب الله است. یعنی او سامانه دفاعی پانسیر به حزب الله انتقال میده. سامانه دفاعی پانسیر SA-22 که واگنر استفاده میکرد کاملا طراحی شده در برابر تهاجم جنگ ابزارهای پیشرفته غربی که در اوکراین استفاده شد. آلو سامانا را به حزب الله انتقال میدن. اگر چنین شد اسرائیل در جنگ طولانی که حالا در پیش داره زیر فشار بسیار شدیدی قرار خواهد گرفت و خب به هر حال او امنیت استراتژیکی که برای خود تعریف کرده دیگه وجود نخواهد داشت. واگنر پشتیبانی هوایی را به حزب الله ارائه میده. اینجا باز در خبر آمده که گروه واگنر یک سامانه موشکیه که امی اینا انتقال میدن از سوریه منتقل میشه و این سیستم میتونه برتری هوایی اسرائیل نسبت به حزب الله را تقریبا بشکنانه. بازو وقت نوبت میرسه به جنگ زمینی، معلوم شوه کی به کجاست باز در جنگ زمین. خب هنوز تحویل این سلاح به لبنان قطعی نشده، مشخص نیست که به چه ترتیب میتونه برای کمک به حماس ای استفاده شوه یا ای سلام منتقل شوه. و اگه درست باشه حزب الله میتونه هواپیمای جنگی اسرائیل از جمله F-16 اما حتی F-35 و موشک های بالیستیک هم موشک های بالقوه همه اینا را ساقط بکنه. موشک های بالیستیکی که می از ناوهای هواپیما پیماور امریکا اونا را همه را میتونه با اونا مقابله بکنه. ای SA-22 که دفاع هوایی یک سیستم بسیار جدید است که روسیه کاملا این بسرا علیه سیستم پادریوت امریکا ساخته. اگر این سامانه خب برحال دیر یا زود اگر جنگ یک مرحله جدید گذار بکنه این سامانه ها چی که سامانه های زیاد در مناطق جنگی خاورمیانه مستقر خواهد شد. خب البته پنتاگون با ادعاهای حزب الله و واگنر پاسخ داد. اونا گفتن که ما گزارش های در مورد تامین تسلیحات واگنر به حزب الله داریم اما منتظر هستیم که
چگونه تایید شوند. این وزارت دفاع امریکا گفت. نیویورک تایمز از یک طرف گزارش کرد که امریکا در تلاش است که در این مقطع اسرائیل قانع بسازد که به طور موقت جنگ در غزه را متوقف کند. رادیو و تلویزیون اسرائیل گزارش داد، این موازی با سخن بالا، نتانیاهو آتش بس در نظر می گیرد. اولین بار است در رادیو و تلویزیون اسرائیل ای گپ گفته شد. و یک مقام اسرائیلی هم گفته که ما درخواست امریکا برای آتش بس موقت تایید میکنیم. ای که چی شکل است، این موقت به چی گونه است، اما اگرش چه رقم است هنوز مشخص نیست. وزارت دفاع امریکا با بایدن و مقامات دولت در مورد طرح آتش بس یا توقف درگیری ها موافق نیست. وزارت دفاع را رد میکنه. خب، ایران ابزرور در تویتر خود نوشته کرده که سید حسن نصرالله به اسرائیل اعلام جنگ کنه، اما با توجه به مشکلاتی که اسرائیل در حال حاضر در غزه مواجه است، به نظر می رسد که حزب الله به تو سری وارد بازی نمیشه. چرا هنوز حماس از پس اسرائیل برمی آید؟ تمامی تبلیغاتی را که شما می بینین فعلا که احاطه شده غزه، محاصره از سابق بود، چی وقت احاطه نبود؟ اما در به اصطلاح هندسه قوت ها، در جایگاه قوت ها، در خطوط جنگ هیچ تغییر دیده نشده. من در هیچ یک از گزارشان ندیدم. حالا ارتش اسرائیل گزارش کرد، البته با استناد رسانه های سوریه، که هزاران جنگجو از سوریه تا پشت مرزهای اسرائیل آمدن به حزب الله می پیوندند. شب نظامیان ایرانی یک گروه خاص دیگه به نام امام حسین به صورت در حال حرکت از سوریه به طرف جنوب لبنان است. ارتش اسرائیل خود برای پاسخ قاطع آماده میکنه گفتم. اما ده ها هزار نفر دیگه در مرز لبنان با سوریه در ارتفاعات جولان هستند. اما از این طرف هم از اون طرف ارتش اسرائیل میگه که شبه نظامیان امام حسین اینا ابتدا در سوریه مستقر بودند و آن قرار است به حزب الله ملحق شوند. این معلوم میشه که تعرض بسیار جنگ پیاده در مراحل بعدی کاملا در دستور کار است. خب البته این شبه نظامیان امام حسین در مواجهه با ارتش اسرائیل تجربه دارن و خود اسرائیل میگه که اگه اینا وارد لبنان شوند جان مردم لبنان به خطر میفته. معنایش ایست که این مثل غذا داریم، ما شهرها را میزنیم، اگر جنگ در بگیره حماس خود شهرها را به وسیله راکت میزد و راکت های از حالت دفاعی، و اما راکت های حزب الله راکت های دوربرد و فوق العاده مخرب منظم و به اصطلاح اینطور به شکل جنبندی شده است میتونه اسرائیل متوقف کنه. ابو عبیده سخنگوی نظامی گردانای القسام اعلام کرد که در کمتر از 48 ساعت که آن مثلا شاید شده باشه 56 ساعت که خبر ما گرفتیم، در مجموع معادل یک گردان تانک، یعنی معادل یک توله تانک در مسیرهای پیشروی که اینا کردن در آشه کاملا منهدم شده. ابو عبیده میگه تمام تانک هایی که اینا حمله کردن ما اینا را از پشت خطوط جبهش مانور دادیم، اینا را غافلگیر کردیم، همه را تخریب کردیم زدیم. دعوای ابو عبیده به این ترتیب است. مثلا در شمال غرب شهر غزه میگه ما دوباره حمله انجام دادیم که در
در او زده حمله 6 تانک و 2 ماشین نظامی تنها در 1 ساعت منهدم شده است. این را قسم شاخه نظامی حماس میگه. در طرف اسرائیل ساکت است این چیز. فقط یک کمک از دانشان برآمد گفت که یک سرهنگ اسرائیلی کشته شده به این ترتیب. اما جزئیات ما از اطلاع رسانی حماس ما بیشتر خبر میشیم. اطلاع رسانی ارتش اسرائیل نه. تقریبا صفر است. ماریو نوفل یک کاربر مشهور تویتر است با بیش از 1 میلیون دنبال کننده. یادم دیگه چیز گفت. ماریو نوفل از جمله آدم مثلا ثروتمندا و کارآفرین های بسیار مشهوری هم است. یادم گفته که فراخوان داده که اگر در لبنان هستید فورا لبنان را ترک کنید. اگر از سخنرانی فردای سید حسن نصرالله کدام نشانه یا جنگ وجود نداشت شما باز میتونین بیاین پس. اما اگر فردا اعلام جنگ شود فرودگاه احتمالا یکی از اهداف اسرائیل خواهد بود که فرودگاه رو بزنن از کار بیندازن. این کاری که در سال 2006 در جنگ 33 روزه کرد عالم امو خیال داره. اما در اون زمان حزب الله با این قدرت نبود. این بار فرق میکنه. با توجه به ناوهای جنگی امریکا که در منطقه بعد از وقایع 7 اکتبر مستقر شده این جنگ میتونه بدتر از سال 2006 باشد. بله بدتر است به خاطر از اینکه با گذشت هر روز مفرزه ها یا جریان های جنگی مختلف علیه اسرائیل اعلام جنگ میکنند. مثلا از عراق کار شده، از یمن و به تازگی پارلمان الجزایر به جنگ علیه اسرائیل رأی داد، رأی اکثریتی. چه چیزی در جریان است؟ آدم باور نمیکنه. خب اگر حزب الله به جنگ پیونده و سفیر امریکا که هشدار داده به سایر کشورها تخلیه سفارت ها در لبنان جزا، این نشان میده که همه چیز از قبل اطلاع دارن و جنگ حتمی است. ماریو نوفل میگه منابع بر من میگن که ایران و حزب الله به امریکا اطلاع دادن که اگر فردا در غزه آتش بس برقرار نشه حزب الله به جنگ داخل میشه. در حال حاضر در پشت پرده تلاش های برای دستیابی به یک به اصطلاح تلاش حد وسطی برای جلوگیری از اعلام جنگ ادامه داره و مگر معلوم نیست که آیا برای جلوگیری از اعلام جنگ حزب الله علیه اسرائیل دفعتاً کدام پیشنهاد آتش بسی از طرف اسرائیل، یعنی کشورهای دیگه اسرائیل وادار میکنن آتش بس بکنن. اگر آتش بس هم بکنه اسرائیل شکست خورده. اگر نکنم خب میبینیم که چی میشه. آتش بس مرگ اسرائیل است. ایر خودشان هم میفهمن از وضعیت به عنوان یک ناظر که ما میبینیم برای اسرائیل زهر مقاتل است. خب جنگ با حزب الله جنگ فعلی را به یک درگیری منطقه کلان میکشد. تو گویی که امی برنامه هست که باید کلان شود. چرا؟ بازیگران کلان این طرح آماده کردن معلوم میشه وقتی که نام واگنر میه تسلیحاتی را که از اوکراین خریداری کردن یا به غنیمت گرفته بودن مکمل و حزب الله و حماس منتقل شده، معلوم است که در پشت تئاتر صحنه دیگی است. برال لوند کمال روزنامه‌نگار ترک در توییتر خود میگه که شهر غزه توسط وایدای زیری ارتش اسرائیل از جنوب شرق به غرب و در امتداد خیابان غزه و خیابان دهم اینا در محاصره شده و چیکار
و معلوم نیست که لون کمال در کجا از خودش. معلوم است که در ساحه نیست. اطلاع را میگیره از دیگران. خب اطلاع را میگیره از ارتش اسرائیل، اما ما گفتیم از یک هفته به این طرف میگیم که اطلاعات که ارتش اسرائیل میده اطلاعات ثقه نیست، ملاحظاتی است و درگیری هایی که شده، تلفاتی که بار آمده، اینا نشان میده که چیزی به نام احاطه، احاطه جنگی تو معنا نداره، به خاطر از اینکه غزه هر همیشه احاطه بوده، چه از نظر اقتصادی، چه از نظر امنیتی اطلاعاتی، چه از نظر نظامی. حال تصاویر جدیدی حماس نشان میده که اونا یعنی با نیروهای اسرائیل در شرق محلی زیتون درگیر هستند، درگیر شدند. زیتون در نزدیکی مرکز شهر غزه است، در بخش شمالی نوار غزه، کاملا در عمق این شهر قرار دارد که نشان میده اسرائیلیا تا عمق شمال غزه پیشروی کردند، اما از یک جهت. خب ای به این معنی نیست که شمال غزه کاملا فتح شده، نه، بلکه به این معنی است که پیشرفت ها بسیار کند و در یک جهت اتفاق افتاده و هیچ کس نمیداند تا پایان این روز چی میشه. چرا؟ حماس در سر زمین نیست، گاهی زیر زمین است، گاهی سر زمین، به خاطر حالت متغیر است. خب برحال القسام بازم میگه که یک گردان تانک پیشتر که ما اشاره کردیم ما منهدم کردیم پشت جبه دشمن، میگه ما رفتیم از نقطه صفر حمله کردیم. این موارد است که خب البته از تانک های تایگر نام برده شده و غیر از تانک های مرکاوا که در ساحه دیده میشه تایگر هم است. و اینا جنگ در محلی الزیتون طوری است که یک حماسی یک تانک از فاصله صفر تقریبا، یعنی مثلا میگیره دنبال میکنه یک دستگاه کوچکی را، دستگاه انفجاری را، و میره به او میچسبانه و او انفجار میکنه. در این فیلم که دیده میشه پاولو چی هست، میگن او یک گلوله آلیاسین 105 است که بله که این واقعا جالب است. در این ویدیو نشان میده که یک جنگنده هم باز طرف تانک خودش میره پیاده همو دستگاه را در او میگذاره در قسمتش، یک کدام پیاده نظام دیگه هم نیست در اطراف تانک، یک بار انفجار در میشه. خب حالا همه نگاه ها به طرف حزب الله است. اینا چی کردن؟ پهپادهای انفجاری نسل جدید رونمایی کردن، معرفی کردن. خب در پس زمینه سخنرانی امروز نصرالله که امروز است، یعنی شاید ساعت 10 ساعت بعد باشه، حزب الله مدعی است که بر اولین بار از پهپادهای انفجاری رونمایی کرده. پهپادهای انفجاری از نوع ساخت کارخانه ایران است که بسیار بسیار پیچیده، فوقالعاده خطرناک. اونمو پهپادهایی است که مثلا در اوکراین استفاده شد و دستگاه پاتریوت زد کوبید از این نوع است. حالا اخیرا یک شبه نظامی طرفدار ایران از سوریه وارد شده تا که در جهت عیار کردن و استعمال یا جاگذاری این سلاح ها سهم داشته باشند. کانال 11 اسرائیل این مسائل گفت و خبرگزاری یدعیود آهارونوت که اینا منابع اسرائیلی هستند گفتن که به نظر میرسه که حزب الله با تمام قدرت وارد جنگ میشه، اما اول دیده شود در سخنرانی طرف چی است. سیستم امنیتی اطلاعات اسرائیل خب البته این روزنامه یدیعیوت ادعا کرد که یک زیرساخت فعال در شبکه اجتماعی که به نفع حماس کار میکرد و هدف استخراج اطلاعات و
مورد نیروهای اسرائیل او را ما مختل کردیم. خب هکر بس. ها سیستم امنیتی مختل چی معنا؟ یا کسایی که عامل یا مجری شبکه اجتماعی بود خودش از بین بردن. اما این عملیات بر ارائه اطلاعات به حماس اصلا طراحی شده و حماس از چیزا زیاد داره. این شبکه ده ها نمایی را به کار میگیره که توسط افراد از کشورهای محور نگهداری میشه. حزب الله پیش از این حداقل 50 نفر تلفات داده. همیشه روزانه میزنن تا می آخرین حملهشان مقر گردان در سرزمین های اشغالی را در پادگان زبدین کوبیدن، در مزارع اشغالی منطقه شبعه لبنان اینا به اصطلاح زدن و با استفاده از دو پهپاد انتحاری. ابو عبیده سخنگوی قسام بازم ادعا کرده که ما تانک های زیادی را هدف قرار دادیم، اما از خود صحنه جنگ هیچ خبرنگاری خبر نمیاره که بگویه که مثلا همون گپ است که باز آمده ای کو که به ما گوید راز از منطقه. مگر حزب الله در آخرین ساعت دیشب 19 سایت و مواضع نظامی اسرائیل هدف قرار داده. هنوز جنگ شروع نشده. این اولین بار است که زمان جنگ حزب الله همزمان هدفهای مثلا جمعی را یعنی مجموعی از اهداف میکوبه. برحال در ایران یک سکوت، یک تحرکات عجیب و غریبی روان است. تلگرام ایرانیان پوستر یک معنادار، یک پوستر موشک بالستیک خرمشهر چار که برای در مبارزه با اسرائیل طراحی شده رو نشان دادن و نوشته کرده که 24 ساعت آینده بسیار تعیین کننده است. اما ارتش اسرائیل کار خود میکنه و هیچ تغییری در عمل کرد و ادبیاتشان نامده. ارتش اسرائیل گزارش کرد که ما تمامی کسایی که حمله کردن همه ایشان را کشتیم و گردان 13 تیپ گولانی و جنگندای زیری گردان 53 با جوخه های حماس درگیری داشتن و همه اینا را جاروب کردن. خب البته مثلا بسیاری از سلاح‌های حماس میگه منهدم شده، به شمول 130 نفر کشته شدن، اما هیچ کس یک جسد حماسی را نشان دادن نتونست. یک جسد بگوی که اینی اصلهش اینی ما خودش کشتیم. ما نسبت به اطلاع رسانی ارتش اسرائیل تو با یک تشکیک باید برخورد بکنیم. اما چیزی که هیچ دیگه شک وجود نداره است که هر 24 ساعت 500 نفر فلسطینی از هوا غیر نظامی ها. نظامی کس پشته نمیشه، غیر نظامی ها در اردوگاه ها در پناهگاه های غیر نظامی کشته میشه که به ممکن است تا ساعت بعد حتی تا روز بعد رقم تلفات از 10,000 نفر بگذره و این بسیاری خطر کلان است به اسرائیل. خطرش خیلی کلان است، عواقبش خیلی کلان است. من این رقم یک مثلا اجماع نظریاتی یا اجماع ذهنی ده علیه اسرائیل در زندگی خود که همیشه اخبار فلسطین و اسرائیل همیشه دنبال کردیم به این ترتیب ندیدیم که اسرائیل در افکار عمومی کاملا محکوم شده باشه. خب البته حملات تازه از خاک عراق شروع شده، از خود خاک سوریه و از یمن. فقط میمانه تا ساعت بعد که در غزه واقعا چی اتفاقی میفته. اما من فکر میکنم که اینا اجازه نمیدن به اسرائیل که در غزه فاجعه بیافرینه، فاجعه که یعنی منجر به شکستن حماس شود. تا فعلا امین به می برداشت هستیم، ببینیم که ساعت بعد چی اتفاق میفته.